نام خدا. بچه ها سلام، حالتون خوبه؟ امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. امروز میخوایم در مورد تمرین های کتاب و رفع اشکال بکنیم. رفع اشکال بکنیم کتاب، تمرین های کتاب رو و همونطوری که شما سوال هایی که برام میفرستید، بعضی سوال ها خیلی طولانی بود، سعی کردم که جمع آوری کنم توی یه ورقه براتون اینجا یکی یکی توضیح بدم. اولین سوالی که اومده بود به این صورت بود، 2x2 منهای 16 بر روی x2 منهای 4 منهای x بر روی 4 گفته بودیم که این رو چطوری مخرج مشترک میگیرن. ما برای که مخرج مشترک بگیریم، مثل مخرج مشترک معمولیه، دو تا کسر چطور مخرج مشترک میگیریم، بینیمیم و کنیمیم یادمون نره. برای مخرج مشترک گرفتن نقطه‌را کمیمیم در نظر میگیریم. اولا بگیم که x توی منهای 4 این رو میتونیم بازش کنیم، بمیسیم x اتحاد مزدوج، میمیسیم x منهای 2 در x برابر 2. حالا این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، بگیم که x منهای 2 x برابر 2 داره، فقط x برابر 2 داره، پس معلومه که این بزرگتر از اینه و این بر این بخش پذیره. پس از دو عدد، از دو تا عبارت جبری وقتی داشته باشیم، دو تا عبارت جبری که یکی بر دیگری بخش پذیر باشه، قبلا گفتیم عدد بزرگی میشه از دو عدد که یکی بر دیگری بخش پذیر باشه، عدد بزرگی میشه کمیمیم، عدد کوچیکی میشه بینیمیم. برای مخرج مشترک گرفتن هم ما از کمیمیم استفاده میکنیم. حالا تو عبارت هم همینطوری عبارت جبری، این برای بخش پذیره، پس مخرج مشترک ما میشه این، مساوی میذارم مخرج مشترک میگیرم x منهای 2 در x برابر 2. پس بین این دوتا مخرج مشترک این شد. چرا؟ چون این عبارت و این عبارت بخش پذیره. حالا میگیم که این ضرب در این قسمت ضرب در یک شده، خودش شده، پس بالا ضرب در یک میشه، میشه همون 2x 2 منهای 16. ببینیم این عبارت، کل این عبارت اومده اینجا، یعنی در واقع ضرب در یک شده، همون اومده، پس بالا ضرب در یک میکنه میشه 2x 2 منهای 16 منهای. حالا اینو مقایسه میکنیم با این، یا اینو برای تقسیم میکنیم. ببینید وقتی تقسیم میکنیم بگیم x منهای 2 در x برابر 2 تقسیم بر x برابر 2، x علاوه 2 مخرج با x برابر 2 صورت ساده میشه، میمونه x منهای 2. پس الان این عبارت در x منهای 2 ضرب شده، این در x منهای 2 ضرب شده، پس بالا هم باید در x منهای 2 ضرب بشه. پس بالا میشه x به علاوه 4 در x منهای 2، x منهای 2 در x به علاوه 2 نوشتیم. خب میرسیم حالا به قسمت بالا. اگه بالا رو نگاه کنیم بچه ها، اول دو تا رو باید ضرب کنیم، میشه دو تا x 2 منهای 16 منهای، این دو طوری که در هم ضرب میکنیم میشه x 2 به علاوه 2x منهای 8، اتحاد جمله مشترکه. حالا این منفی که پشت این پرانتز قرار داره در تک تکشون ضرب میشه، میشه منفی x 2 منفی 2x به علاوه 8. پایین هم میشه x منهای 2 در x به علاوه 2. خب میریم حالا نگاه میکنیم، اونایی که شبیه هم هستن با هم جمع تفریق میکنیم، دو تا x 2 منهای 1 دو x 2 یه دو x 2 منهای 2 x هم مینویسیم، منفی 16 به علاوه 8 هم از هم کم میشه، میشه منفی 8. پایین هم میمونه x منهای 2 در x به علاوه 2. نگاه میکنیم ببینیم آیا این اتحاد جمله مشترکه، میگیم بله اتحاد جمله مشترکه، میشه x دو تا عدد که جمعشون بشه منفی 2 ضربشون بشه منفی 8. اگه 2 و 4 رو بگیریم x منهای 2
در x به علاوه 4 میشه x منهای 2 در x به علاوه 4 چی میباره؟ پایینم x منهای 2 در x به علاوه 2 ببینید دو تا عدد که ضربشون منفیه کم بکنه بشه منفی 2 البته این باید بشه مثبت 2 این باید بشه منفی 2 چون عدد بزرگه باید منفی بشه حالا 2 منفی 4 میشه منفی 2 مثبت 2 در منفی 4 هم ضرب کنیم میشه منفی 8 حالا میتونیم ساده هم کنیم x به علاوه 2 با x به علاوه 2 بالا ساده میشه میشه x منهای 4 بر روی x منهای 2 خب این میشه عملیات مخرج مشترک گرفتن که اول رفتیم هم مخرج کردیم سوال بعدی که باز هم تو کتاب هست بچه هم سوال میکردن یکی این بود که اگه ما داشته باشیم 3x به علاوه 7 بر روی x به علاوه 2 به علاوه 2x منهای 3 x به علاوه 2 خب میگیم که اینجا نگاه میکنیم دو تا عبارت گویا رو میخوایم با هم جمع کنیم و چون این عبارت گویا هست چرا گویا هست؟ چون بالا یه چند جمله ایه پایین هم یه چند جمله ایه بالا دو جمله پایین هم دو جمله هست این هم یه عبارت گویا هست بالا دو جمله پایین هم دو جمله هست خب نگاه میکنیم ببینیم آیا مخرج ها یکی هست؟ بله هر دو مخرج ایکس به علاوه دو داره پس یکی از مخرج ها رو می‌نویسیم صورت ها رو با هم جمع می‌کنیم صورت اولی هست 3x به علاوه 7 به علاوه 2x منهای 3 حالا 3x با 2x جمع بشه میشه 5x 7 منهای 3 هم جمع بشه مختلف علامت هم کم میشه میشه مثبت 4 و این هم میمونه x به علاوه 2 این هم یک عبارت گویا هست چون بالا یه دو جمله‌ایه پایین هم یه دو جمله‌ای هست عبارتی رو ما گویا میگیم که صورتش یه چند جمله‌ای باشه مخرجش هم یه چند جمله‌ای باشه حالا ممکنه چند جمله‌ای ما یک جمله‌ای باشه دو جمله‌ای باشه سه جمله‌ای الی آخر سوال بعدی آدوی منهای 20 آدو منهای 20 پایین آ دو منهای 4 به علاوه آی منهای 2 پایین آی به علاوه 2 دو تا عبارت گویا رو میخوایم با هم دیگر جمع کنیم نگاه میکنیم میگیم که در تمرین قبل دخترها مخرج ها یکی بودن یکی از مخرج ها رو گرفتیم صورت ها رو با هم جمع جدی کردیم اما اینجا نگاه کنیم میبینیم مخرج ها یکی نیست پس اولین کاری که میکنیم مخرج مشترک میگیریم برای این کار میگیم که آدوی منهای 4 اتحاد مزدوجه میشه آی منفی منهای 2 در آی به علاوه 2 حالا نگاه میکنیم این آی منهای 2 داره در آی به علاوه 2 این آی به علاوه 2 داره خب معلوم که این برای این بخش پذیره از دو تا عبارتی که گویا هست این عبارت گویا هست این عبارت هم گویا هست وقتی یکی بر دیگری بخش پذیر باشه عدد عبارتی که بیش بزرگتره بیشتر مقدارش این تو این باشه اون میشه مخرج مشترک چون این بر این بخش پذیره این میشه مخرج مشترک ما میشه ای منهای 2 در ای به علاوه 2 مخرج مشترک حالا وقتی مخرج مشترک میگیریم تقسیم میکنیم اگه این عبارت رو بر این عبارت تقسیم کنیم میشه یک پس صورت ما رو ضرب در یک میکنیم میشه آدوی منهای 20 آدو بود یا تو آدو بله آدوی خب حالا اگه اینا برای این تقسیم کنیم نگاه کنیم تقسیم میشه آی منهای 2 در آی به علاوه 2 تقسیم بر آی به علاوه 2 این برای این ساده میشه میشه آی منهای 2 پس اینجا میشه در آی به علاوه 2 رو در آی منهای 2 باید ضرب کنیم پس بالا باید در آی منهای 2 ضرب میشه بالا که در آی منهای 2 ضرب میکنیم اون وقت میشه به علاوه آ 2 منهای 2 آ
نهایی دو آ به علاوه چهار مساوی با. پایین داریم آی به نهایی دو در آی به علاوه دو، بالا هم یه دونه آدو اینجا داریم، یه دونه آدو اینجا داریم، میشه دو تا آدو. اون وقت منفی دو آ و منفی دو آ که شبیه همان با هم جمع میشه، میشه منفی چهار آ. منفی 20 به علاوه 4 هم میشه مثبت 16. خب حالا بالا میتونیم از یه دونه دو فاکتور بگیریم، از دو که فاکتور میگیریم میشه آدوی منهای دو آ به علاوه 8. پایین هم داریم آی منهای دو در آی به علاوه 2. خب حالا که اتحاد جمله مشترک دو تا عدد جمعشون بشه منفی دو نداریم، به طور جمع مشترک نیست، همینطوری میذاریم عبارت رو. سوال بعدی که بچه ها سوال کرده بودن این بود که اگر ما یه دونه مستطیل داشته باشیم، یه مستطیلمون عرضش باشه x منهای 2 بر روی x به علاوه 1 و طولمون هم باشه x 2 به علاوه 3 x به علاوه 2، مساحتش رو حساب کنیم. بخواییم مساحتش رو حساب کنیم، یه مستطیله. برای پیدا کردن مساحت یه مستطیل طول رو ضرب در عرض میکنیم. پس بینیم x 2 به علاوه 3 x به علاوه 2 رو در x منهای 2 در برای x به علاوه 1 ضرب کنید. خب به این مخرج 1 میدیم، این عبارت در این عبارت ضرب کنیم. x 2 که در x ضرب کنم میشه x به توان 3، x2 که در منفی 2 ضرب کنم میشه منفی 2x2، 3x رو در x ضرب کنم میشه مثبت 3x2 منفی 6x، 2 هم که در x ضرب کنم میشه 2x منهای 4. پایین هم داریم x به علاوه 1. خب حالا ما یک شبیه هم هستن، x رو می‌نویسیم چون با هیچ کدوم متشابه نیست، منفی 2x2 با 3x2 مختلف العلامت هم شبیه متشابه هم هستن، میشه مثبت x2 منفی 6x به علاوه 2x میشه منفی 4x منهای 4. پایین هم داریم x به علاوه 1. پس رفتیم چکار کردیم؟ طول رو در عرض ضرب کردیم، طول ضرب در عرض، به این مخرج یک داریم، صورت رو در صورت ضرب کردم، مخرج رو در مخرج. x2 در x شد x3، x2 در منفی 2 شد منفی 2x2، 3x در x شد 3x2، 3x در منفی 2 شد منفی 6x، 2 در x شد 2x، 2 در منفی 2 شد منفی 4. بعد اونایی که شبیه هم بودن با هم گرفتم، این دوتا مختلف العلامت هم از هم کم شد، این دوتا هم مختلف العلامت از هم کم شد، با این مخرج هم نوشتیم. این شد از این قسمت مساحت. سوال بعدی که بچه ها میکردن از من میگفتن خانم اگر ما یه مستطیل داشته باشیم محیطش رو چطوری پیدا کنیم با توجه به همین عبارتهای گویا. یه مستطیل، این مستطیلمون باشه، طولمون باشه x بر روی x به علاوه 1، عرضمون باشه 3 بر روی x به علاوه 2. خب گفتون محیط چه ما میدونیم که محیط یک مستطیل برابر هست با طول به علاوه عرض ضرب در 2، طول به علاوه عرض ضرب در 2. خب برای این کار هم میتونیم جدا جدا اول طول رو ضرب در 2 کنیم، عرضش هم ضرب در 2 کنیم، اون وقت با هم جمع کنیم. اول از عرض برابر 2
برابر میکنم. چرا دو برابر؟ چون دو تا عرض داریم و دو تا هم طول داریم. به این مخرج یک میدم، دو ضرب در سه میشه شیش، پایین هم میمونه ایکس به علاوه. مرحله بعد میرم طول رو دو برابر میکنم. طول برابر با دو ضرب داره ایکس بر روی ایکس به علاوه یک. به دو مخرج یک میدم، دو ضرب در ایکس میشه دو ایکس و روی ایکس به علاوه یک. به دو ضرب در ایکس میشه دو ایکس، یک هم در ایکس به علاوه یک ضرب کنم میشه ایکس به علاوه یک. این الان شد دو برابر عرض، این هم شد دو برابر طول. محیط برابر است با پی، محیط رو با پی نشون میدم. دو برابر با دو تا طول به علاوه دو تا هم عرض. دو طول و دو تا عرض رو با هم جمع میکنیم. یا به عبارت دیگر میتونیم اینطوری هم بنویسیم دختران، طول به علاوه عرض ضرب در دو. این هم درسته، هیچ فرقی نمیکنه، چون بازم میشه دو تا طول دو تا عرض. خب ما دو تا طول رو پیدا کردیم، دو تا عرض دو تا طول رو پیدا کردیم، دو تا عرض هم پیدا کردیم، دو تا رو با هم جمع میکنیم، محیط مساوی با شش بر روی ایکس به علاوه دو به علاوه دو ایکس بر روی ایکس به علاوه یک. این دو داری که ما هم با هم جمع کنیم، نگاه مخرج ها میکنیم، میگیم که مخرج ها مساوی نیستن، پس باید مخرج مشترک بگیریم. هیچ کدوم هم بر هم دیگر بخش وزیر نیست، پس دو تا رو در هم ضرب میکنیم. مثل این میمونه، شما میخواین یک دوم رو برگاه یک سوم کنیم، نه سه به دو میخوره نه دو به سه میخوره. برای این کار بگیم سه دو تا شیش، مخرج مشترک شیش بگیره. اینجا این دو تا رو در هم ضرب میکنیم میشه x به علاوه 2 در x به علاوه 1. خب x به علاوه 2 رو که بعد این تقسیم کنم x به علاوه 1 میمونه. برای دیگه نشون میدم، ببینید من میخوام x به علاوه 2 رو در x به علاوه 1 تقسیم بر x به علاوه 1. این باید ساده میشه، x به علاوه 1 میمونه. پس x به علاوه 2 باید در x به علاوه 1 ضرب بشه، بالا هم باید در x به علاوه 1 ضرب بشه. این x به علاوه 1 بوده، شده x به علاوه 2 در x به علاوه 1، x به علاوه 2 اینجا مونده. پس این عبارت رو x به علاوه 1 رو در x به علاوه 2 ضرب میکنم. پس بالا باید همین کار کنیم، در x به علاوه 2 ضرب. حالا 6 رو در تک تکشون ضرب میکنیم، چه 6x به علاوه 6 به علاوه 2x در x ضرب بشه میشه 2 تا x 2 به علاوه 4x. 2x ضرب در x میشه 2 تا x 2، 2x ضرب در 2 میشه 4x. حالا اونایی که شبیه هم هستن با هم بگیریم، مخرج رو می‌نویسیم، x به علاوه 2 در x به علاوه 1. دخترای من 2x رو می‌نویسم، تنها هست، با هیچ کدوم متشابه نیست، 6x و 4x متشابه هستن، هم علامت هم جمع میشه میشه مثبت 10x، 6 هم کنارش نوشته میشه. عبارت آخرمون، البته میتونیم از دو هم فاکتور بگیریم، بالا میشه x2 به علاوه 5x به علاوه 6 هم میشه به 2 میشه 3. پایین میشه x به علاوه 2، پایین x به علاوه 1. خب دو تا عدد جمعشون بشه 5، 3 بشه، تاثیر رساده کردن این عبارت نداریم، ما به همین صورت میذاریم. خب میشه 2 در x به علاوه 2 در x به علاوه 3 هم اگه بذاریم نمیشه، چون دوتا رو هم جمع کنیم 5 نمیشه، ضرب کنیم 3 نمیشه، به همین صورت تمامش میکنیم. خب عبارت دیگری که ما میخواییم توضیح بدیم امروز میگه که به جای خالی چی میتونیم قرار بدیم، چه عبارتی میتونیم قرار بدیم. داریم
x منهای 5 ضرب داره. یه دونه مستطیل گذاشته پایینش هست x منهای 2 در x منهای 5 مساوی با x برابر 1. خب میگه به جای جای خالی یک عبارت بذارید. ما برای که این عبارت رو پیدا کنیم هم میتونیم همچه ذهنی بگیم، بگیم چه عبارت رو میتونیم اونجا بذاریم که ساده بشه بشه x برابر 1. یا این که بچه ها اگه به این بخواهی مخرج یک بدیم طرف این وسطه این کنیم آسان ترم پس براتون طرف این وسطه یعنی این عبارت رو زرد داره این عبارت رو این هم زرد داره می کنیم. خب مثل این میمونه، مثلا شما داریم 4 زرد در x بر روی 2 مساویه با 3 بر روی 2 چکار می کنیم؟ این رو زرد داره می کنیم هم زرد داره می کنیم مساویه هم قرار می گیم. برای این کار میریم x منهای 2 رو در x منهای 5 ضرب میکنیم، این رو در این ضرب میکنیم، x منهای 2 در x منهای 5 در x برابر 1 مساوی با x منهای 5 رو ضرب در جای خالی میکنیم. یه معادله هست بسید میبینید شما در این 4x مساوی با 6 میخواییم x رو پیدا کنیم، 6 رو باید تقسیم بر 4 کنیم. ما اینجا برای اینکه این مربع یا مستطیل رو پیدا کنیم در واقع ضریبش میشه، این رو تقسیم بر این کنیم، مستطیل ما برابر میشه با x منهای 2 در x منهای 5 در x برابر 1 تقسیم بر این چیزی که پشت مشهور قرار داره x منهای 5. حالا ساده میکنیم x منهای 5 با x منهای 5 میره، اون چیزی که میمونه x منهای 2 در x برابر 1 جواب این مستطیل هست. پس به جای مستطیل این عبارت رو قرار میدیم x منهای 2 در x برابر 1. بسیار عالی. خب از این بخش این عبارت یه دونه دیگه هم تقسیم داده بودم بچه ها، البته یه دونه دیگه هم از همین جای خالی ها سوال کرده بودیم 3y به علاوه 2 بر روی 5 مساوی با 1/5 جای خالی. خب ببینید این اصلا خیلی همینطوری میتونیم بگیم، میگیم که این خودش در واقع 1 دیگه، 1/5 رو جدا کرده پس فقط این میمونه، 1/5 رو جدا کرده این هم به معنی ضربه. اینجا می‌نویسیم 3y به علاوه 1. یا نمی‌خوایم این کار کنیم باز هم می‌تونیم طرف این وسطه این کنیم، این عبارت این دوتا رو در هم ضرب می‌کنیم، این دوتا هم در هم ضرب می‌کنیم، یا اینکه بگیم این جدا کنیم و برای 1/5 رو چیزی که میمونه توی مستطیل می‌نویسیم. خب سوال بعدی تقسیم بود از همین بخش که سوال بسیار مهمیه بچه ها و خوب خوب باید یاد بگیرید، چون این قسمت پیش نیازی هست برای پایه دهم شما. سوال چی دیگه؟ منفی 3x 4 به علاوه 4x 6 به علاوه x2 به علاوه 5 تقسیم بر 1 منهای x به توان 3. بخواییم تقسیم رو انجام بدیم، ما گفتیم که برای یه تقسیم رو انجام بدیم اولین کاری که میخواییم بکنیم باید مقسوم و مقسوم علیه رو مرتب کنیم. چجوری مرتب کنیم؟ متغیر رو نگاه کنیم، تواناش رو از بزرگ بریم کوچیک، یعنی نزولی اول متغیرمون، توان متغیرمون رو به ترتیب از بزرگ به کوچیک مرتب میکنیم. پس ابتدا 1 مرتب میکنیم. چطوری مرتب میکنیم؟ نزولی یعنی از توان بیشتر به توان کمتر. خب از آن بزرگتر اینه، پس اول میبینیم 4x6
بعد اینه منفی 3 تا x 4 بعد x 2 هست بعدش که عدد 5. پس اول رو مرتب کردم، این مرتب شده بالا هست، بعد باید مقسوم علیه من مرتب کنم. پس مرتب میکنیم بر اساس توان نزولی x مون. مرحله دوم مقسوم علیه رو هم مرتب میکنیم. الان یک منهای x 3 اول باید x 3 رو بنویسیم، تقسیم بر منفی x 3 به علاوه 1. چرا؟ چون متغیرش توان 3 است، متغیر نداره، متغیر نداره یعنی توانش صفره، یعنی متغیر x به توان 0. پس اولین باری که کردیم مقسوم و مقسوم علیه رو مرتب کردیم. اینجا می‌نویسم ابتدا مقسوم و مقسوم علیه را بر حسب توانهای نزولی x مرتب میکنیم. وقتی من مرتب کردم بچه ها، اولین عبارت رو تقسیم بر اولین عبارت مقسوم علیه میکنم. اولین عبارت مقسوم رو تقسیم بر اولین عبارت مقسوم علیه میکنم، یعنی من 4x 6 رو تقسیم بر منفی x 3 میکنم. میگم که مثبت بر منفی منفی، 4 که 1 میشه 4، x 6 تقسیم بر x 3 میشه x به توان 3. پس اینجا تو خارج قسمت میمیسم منفی 4 x 3. حالا این منفی 4 x 3 رو در تک تک عبارت های مقسوم علیه ضرب میکنم. منفی 4 x 3 رو در منفی x 3 ضرب میکنم، منفی 4 x 3 رو در 1 ضرب میکنم. منفی 4 x 3 در منفی x، منفی در منفی میشه مثبت 4 x 6، منفی در مثبت میشه منفی 4 x 3. حالا چون میخوام این عبارت رو از این بردارم، پس علامتش رو قبول میکنم، این که مثبته میشه منفی، خط میخواد میشه منفی، این که منفیه خط میخواد میشه مثبت. قرینش میکنم. چرا قرینش میکنم؟ چون میخوام این عبارت رو از عبارت بالا بردارم. حالا 4 x 6 منفی 4 x قرینه از هم میشه 0، منفی 3 x 4 و 4 x 3 از شبیه هم نیستن، پس هر دوتا رو میاریم پایین. منفی 3 تا x 4 به علاوه 4 تا x 3، این دو تا عبارت هم میاریم پایین، x 2 به علاوه 5. ببینید نگاه کنید مرتب شده است، بازم 4 3 2 این هم 0. خب حالا جمله اول رو دوباره بازم منفی 3 x 4 رو تقسیم بر منفی x 3 میکنیم، منفی بر منفی میشه مثبت 3 x. پس اینجا می‌نویسم مثبت 3 x. حالا این مثبت 3 x رو در تک تک عبارت‌های مقسوم علیه ضرب می‌کنم. میگم مثبت در منفی منفی، 3 x در x 3 میشه 3 تا x 4. 3 x هم در یک ضرب کنیم میشه 3 x. حالا علامت رو تغییر میدونیم که منفیه میشه مثبت، این که مثبته میشه منفی. حالا این عبارت با این عبارت قرینه هست، میره میشه 0. 3x با 4x شبیه هم نیست، کل عبارت میاد پایین. منتها مرتب بازم میشه 4x رو مینویسیم، x2 رو مینویسیم، 3x رو مینویسیم، 5 هم مینویسیم. نگاه کنیم 4x x2 بعد 3 x، چون باید به ترتیب باشه 3 2 1 این هم به 0. باز هم مرحله بعد تکرار میکنیم، اولین عبارت مقسوم رو بر اولین عبارت مقسوم علیه تقسیم میکنیم. من اینجا میام تقسیم میکنم دو تا رو بر هم، 4 x 3 رو تقسیم بر منفی x 3 میکنم، دخترها میشه منفی 4، x هم که با x 3 میره میشه منفی 4. حالا
این منفی 4 رو در تک تکشون ضرب میکنم. منفی 4 که در منفی x3 ضرب کنم میشه مثبت 4 x3. منفی 4 که ضرب در 1 کنم میشه منفی 4. چون این عبارت رو از این عبارت بردارم پس علامتش باید منفی قرینه بشه. این که 4 x3 هست مثبت میشه منفی، منفی میشه مثبت. دوتا قرینه هستن، این دوتا با هم میگیره میشه x2 علاوه 3x. این دوتا مثبت 4 و مثبت 5 میشه مثبت 9. این عبارت میمونه. خب نگاه میکنیم آیا توان این توان باقی مانده من اینجا توان متغیر من از توان این بزرگتره؟ اگه بزرگتره یا مساویه تقسیم رو ادامه میدیم، ولی اگر کوچیکتره ادامه دیگه نمیدیم، چون الان ما x رو دیگه تقسیم بر x کنیم میتونیم، چون این توانش کمتره. پس دیگه تموم شد، کاتش میکنیم، این میشه باقی مانده، این میشه باقی مانده دختره من، این هم میشه خارج قسمت. خب دیگه تقسیم رو ادامه نمیدم. چرا؟ چون درجه x مون اینجا کوچیکتر از درجه اینه. این درجه یا باید با مساوی باشه یا باید ازش بزرگتر باشه. کوچیکتر باشه یعنی دیگه تمام شده تقسیم رو. حالا میخوام امتحانش کنم ببینم کاری که انجام دادم یه درسته یا نه. میرم خارج قسمت رو ضرب در مقسوم علیه کنم با باقی مانده جمع میکنم. برای این کار هم کار میکنم مینویسم منفی 4x به علاوه 3x منهای 4 در منفی x به علاوه 1 بعدویه باقی مانده من هم هست x2 به علاوه 3x به علاوه 9. خب حالا دو تا عبارت رو میخواییم در مقصر کنیم. منفی 4x در منفی x3 میشه مثبت x4 x6. منفی 4x در مثبت 1 میشه منفی 4x3. مثبت 3x در منفی x میشه منفی 3 تا x 4. مثبت 3x در 1 ضرب کنم میشه مثبت 3x. منفی در منفی میشه مثبت 4x. این هم منفی 4 تو برابر 3x برابر 9. خب حالا 4x 6 داریم که از راهی چونم شبیه هم نیستند. خب نوشته میشیم این عبارت 4x 6 رو بنویسیم با چونم شبیه هم نیست. منفی 4x 3 با مثبت منفی 4x و مثبت 4x قرینه است میره. منفی 3x 4 میمونه، نوشته میشه 3x 4. 3x و 3x هم که اونجا 3x رو من قرینه نکردم، باید 3x رو قرینه میکردم، 3x و 3x میرد، x 2 میمونه. یا اینجا عبارت رو یه جای اشتباه کردم، منفی 4x6 منفی 4x3 منفی 3x4 مثبت 3x. خب منفی 3x4 میشه و وقت یه دونه x2 هم دارم اونجا، بعد 9 منفی 4 هم میشه مثبت 5. 3x رو با 3x فکر کنم یه جایی من اشتباه کردم که نوشتم اینجا 3x. بله دخترای 3x منفی بوده، عذرخواهی میکنم، منفی 3x. بله اینم میشه منفی 3x، اینم میشه منفی 3x. آه منفی 3x هم با مثبت 3x میده، میشه 4x 6 منهای 3x 4 برای 2 برای 5.
آیا این همون مقسوم ما هست؟ بله، به مقسوم رسیدیم. مرحله دوم هم توان x مون اینجا از توان x مقسوم علیه ما کوچیک‌تره. پس این تقسیم ما درسته. خب، امیدوارم که یاد گرفته باشید. خب، دخترا، این بخش چیزای سوالایی بودش که از من کردیم و اشکالات برطرف شده. امیدوارم که برطرف شده باشه. این قسمت رو میریم بخش بعدی کتاب ما، بخش شیشم کتاب درسی. هم باید در هشت ایگرگ زرد کنم، هم در
کنم منفی 7 ضرب کنم با بالا رو می‌نویسم 2x منهای y مساوی با y پایین منفی 2 ضرب در x میشه منفی 2x برای 16 y مساوی با 14. خب حالا دخترم این دوتا شبیه همن، این دوتا شبیه همن، این دوتا شبیه همن، مختلف و علامت هایی کم میشه، صفر میشه. ما عددونم این بود که اکسال قرینه کنیم اینجا 16 ایگره داریم، یه دونه ایگره رو برداریم میشه 15 ایگره مساوی با یک رو با 14 جمع کنم میشه 15. یه معادله هست 15 تقسیم بر 15 میشه یه. من ایگره رو پیدا کردم. وقتی ایگره رو پیدا کردم نوبت ایکسه، چون گفت هم ایکسه تو من پیدا کنم هم ایگره رو. یکی از این دوتا رو به دلخواه خودمون انتخاب میکنیم، یا معادل خطی بالا یا معادل خطی پایین. من میخوام بالا رو انتخاب کنم، 2x منهای ایگره مساوی با یک رو نمیشم، پس یکی از این معادل های خطی رو انتخاب میکنیم. اون وقت میخوام ایکس رو پیدا کنم، 2x منهای پریجوری وای میذارم یک مساوی با یک، خب این یه معادله هست، حلش میکنم، 2x مساوی با 1 برای 1 مساوی با 2، x مساوی میشه با 2 دوم مساوی با 1. دخترها x هم پیدا شد، x هم شد 1. حالا گفته بود نقطه برخوردشون مختصات باز میکنیم، طولمون 1، عرضمون هم 1. این نقطه برخورده، یعنی اگر ما 2x منهای y رو رسم کنیم، x به منهای 8 y به منهای 7 رو رسم کنیم، محل برخورد این دو تا خط مختصاتش از یک و یک. خب بسیار از طریق رسم هم میتونستین حل کنین، از طریق روش جایگزینی هم میتونستین حل کنین. بچه ها من روش جایگزینی هم میتونم اینجا براتون توضیح بدم. برای پیدا کردن روش جایگزینی ببینید، یکی رو بر اساس دیگری پیدا کنید، مثلا تو این معادله یا معادله بالا فرقی نمی کنه، میتونید بگید که x ما مساوی است با منفی 8 y رو ببریم اونور، منفی 8 y برام اونور میشه مثبت 8 y، منفی 7 رو سر جاش میمونه، پس x مون هست 8 y به منهای 7. یکی این معادله که حساب کردیم در اینجا گذاری کنید، اگه در این معادله حساب کردیم، یعنی اینکه یکی رو بر اساس دیگری پیدا کردیم، تو اینجا گذاری کنیم فرقی نمی کنه. من اینجا x رو دیگر داشتم، 8 y رفت اون بر شد 8 y، منفی بود شد مثبت 8 y، منفی 7 هم نوشتم. حالا در بالا جا گذاری می کنم، جا گذاری می کنم، 2x منهای y مساوی با 1 رو می نویسم، به جای x این عبارت رو میذارم میشه 2 در 8 y که منهای 7 منهای y یا y مساوی با 1 میشه 16 y، منهای 14 منهای y مساوی با 1. 16 y داریم، یه دونشو برداریم میشه 15 y منهای 14 مساوی با 1. معلوم یک طرف، مجهول هم یک طرف، میشه 15 ایگرگ ما مساوی میشه با 15، 15 ما مساوی با 1، ایگرگ شد 1. وقتی ایگرگ رو من پیدا کردم اینجا که x مخواستم بریسم، x رو جدای کرده بودم، جا گذاری میکنم، x مساوی با 8 ضرب در ایگرگ من یک بوده، منهای 7 هشت یکی هشتا منهای هفت میشه یک، پس ایکس من شد یک. اونطوری هم که روش اصلی هم که حل کردن دختر من، ایکس یک ایگرگ یک، اینجا ایکس یک ایگرگ یک. خب دستگاه بسیار مهمه، بسیار کاربرد داره بچه ها، حتما حتما باید این قسمت رو یاد بگیرید، چون کاربرد در دبیرستانش زیاده دستگاه. اگر بخوایم رسمش کنیم، مثلا من بخوام 2x منهای y مساوی با 1 رو رسم کنم، برای اینکه این رو رسم کنم من احتیاج دارم به حداقل دو تا نقطه، پس براش یه جدول می‌کشم، x
استانداردش کنیم، یعنی به صورت y مساوی با ax برابر b در بیاریم. همینطوری همینجا طول از مبدا عرض از مبداش رو پیدا کنیم، یعنی یک بار به x صفر بدیم y پیدا میشه، یک بار به y صفر بدیم x پیدا میشه. وقتی من به x صفر میدم این میشه صفر، چیزی که میمونه منفی y مساوی با 1، پس y من میشه منفی. اینجا جا گذاری های میشه دو ضرب در سه منهای ایگرگ مساوی با یک، منفی ایگرگ مساوی با یک، ایگرگ من میشه منفی یک، مختصات من میشه صفر و منفی یک. بار دوم به ایگرگ صفر میدم، وقتی به ایگرگ صفر میدم این میشه صفر، میشه یک دوم، میشه یک دوم و صفر. فقط جا گذاری کنم بهتون نشون بدم، میشه دو x منهای صفر مساوی با یک، دو x مساوی با یک، x من هست یک دوم. خب این برای یک خطه. خط دیگه هم باید حداقل دو تا از نقطه‌هاشو من پیدا کنم. خط دومی x منهای 8 y مساوی با منفی 7، باز هم جدول می‌کشم، x y مختصات x و y. دختره من یا باز هم میتونی استانداردش کنی، یعنی به صورت y مساوی با ax به علاوه b در بیاری، یا بری این چیکار کنی، یک بار به x صفر بدیم یک بار به y صفر بدیم. در معادله خطی که x و y یک طرف قرار دارن، عدد طرف دیگه قرار داره، برای راحتی کار یک بار x صفر بدیم یا y صفر بدیم. به x که صفر میدیم دیگه ما میشه هفتشتون، میشه صفر و هفتشتون. به y که صفر میدیم این میشه صفر، x هم میشه منفی هفت، میشه منفی هفت و صفر. خب حالا نوبت رسم میشه، رسم میکنم الان اینو، اول خط اول رو رسم میکنیم. یکی صفر و منفی یک بود، یکی یک دوم و صفر بود. خب این صفر، این هم منفی یک، بعدی یک دوم، اگر دختران یک باشی این میشه یک دوم. پس خط من این میشه، اسم این خط هست دو ایکس منهای ایگره مساوی با یک. خط بعدی من صفر هست و هفت هشتم، هفتشتم یعنی به یک نزدیکه، یعنی اگر این یک باشه هفتشتم اینجا میشه هفتشتم، یا اینو هشت قسمت بکنیم هفت قسمتش رو برمیداریم، منتها مثبت هفتشتم هست، مثبت هفتشتم. بعدی از منفی هفت و صفر، منفی هفت رو رضا میکنیم، این شد صفر رو هفتشتم، این یکی شد منفی هفت و صفر. وقتی بگه صفر داریم صفر و هفتشتم، منفی هفت سمت چپه، یک دو سه، یک دو سه چهار پنج شش هفت. خب اگه بخواییم این رو رسم کنیم، دختران هم دیگر رو حالا من یه جایی کشیدم که این هم یک دو باشه، یه جایی کشیدم که چون در خط هم کجه هم بیگر در این نقطه قطع کردم. دیدین مختصات این نقطه هم هفتشتون بالا رو ببرشید، از این خطه این رو قسمت باید پاک کنم، هفتشتون اینجا بود الان بزاده بودم، بله این هم منفی هفته، این خطر میشه. خب حالا این دو تا خط دختران هم دیگر رو در این نقطه قطع میکنن، در این نقطه قطع کردن، این که شده بود یک، این شده بود یک دوم، این هم اگه یک باشه ببینید مختصات این نقطه هست یک و یک،
باشه، چون باید وایلاشو خوب در نظر بگیرید، سطحتون شطرنجی باشه راحت تر میتونید پیدا کنید. خب پس من روش حسبی رو اول گفتم، مختصاتش پیدا شد 1 و 1، بعد روش جایگزینی رو گفتم، مختصاتش شد 1 و 1، بعد روش رسم هم توضیح دادم، همدیگه رو در یک نقطه قطع کردم، مختصات نقطه شد 1 و 1. این هست. اما میرسیم به سوالای قسمت بعد. دخترها سوالی که دارن که از من کرده بودیم بعضی هاتون، گفتم اینکه ما چطوری اگه یه خط داشته باشیم معادلش رو پیدا کنیم. ایکس هم می‌نویسم برای حالا بیارم می‌خوام پیدا کنم.
دخترها به به بگیم عرض از مبدا. عرض از مبدا. خب این خط محور ایگرگ رو، این محور ایگرگ هست، این خط محور ایگرگ رو در اینجا قطع کرده روی این نقطه، میشه عرض از مبدا. عرض از مبدا منم دو هست، پس میشه دو ایکس به علاوه دو معادل این خط. پس چیکار کردم؟ اولین کاری که کردم گفتم که معادل خط رو نوشتم، ایگرگ مساوی با آیکس به علاوه ایگرگ هم نوشتم و دو تا نقطه انتخاب کردم. سعی میکنیم نقطه ها رو روی گوشی سطح شطرنجی پیدا کنیم. چرا؟ چون اگر نمیخوام اینجا رو پیدا کنم نمیدونم اینجا چه عددیه، دقیقا نمیدونم چه عددیه، میتونم تقریبی بگم. الان این دوتا بعد این رو به صورت یه مثلث قائم زاویه در میاریم، اول عرضش رو بینیسیم بعد طولش رو. ببینید دو یکم دو بر روی یک، بعد نگاه میکنیم این رو یه زاویه ای که این خط با جهت مثبت محور طول ها میسازه این مجموعه با به اون بردن. این زاویه زاویه تنده یا بازه؟ این زاویه تنده پس میشه مثبت. اگه زاویه باز باشه میشه منفی، میشه مثبت دو یکم که همون میشه دو ایکس. ایکس هم میسیم چی میشه پیدا کرده؟ حالا به همون عرض از مبدا هست، میگیم که این خط محور عرضها رو کجا قطع کرده؟ ببینید نگاه کنید اینجا قطع کرده، درست هم اینجا مختصات این نقطه هم صفر و دو هست که مثبت دو، عرض از مبدا میشه دو. به این ای میگیم ما شیب خط، شیب خط. به ب میگیم عرض از مبدا، این میشه معادله این خط. پس برای پیدا کردن معادله این خط اول دو تا نقطه روی اون خط انتخاب میکنیم، حالا هر جا باشه سعی کنیم که گوشه های اون صفحه شطرنجی باشه. بعد تفاضل عرض به تفاضل طول، یعنی اول عرضش رو میشماریم بعد طولش رو به صورت کسری میرسیم. اگر ساده میشه ساده میکنیم، اگر ساده نمیشه به همون صورت به صورت کسری میرسیم که میشه چی بخر. بعد نگاه میکنیم عرض از مرده ما چقدره، این خط محور ایگرگ رو در این نقطه قطع کرده، مختصات این نقطه هم دو از می از صفر دو تا از میشه مثبت دو. خب سوال بعدی که بچه ها از من کرده بودن گفته بودن که معادل خطی که پس این مشکل هم انشاءالله که حل شده باشه. این من بکنم داشته باشیم سه ایگره مساویه با منفی چهار ایکس، یا داشته باشیم دو ایکس منهای پنج ایگره مساویه با منفی دو، یا داشته باشیم ایگره مساویه با منفی یک دوم ایکس منهای سه، چجوری ما شیوه خطا رو پیدا کنیم، عرض از مبدا رو پیدا کنیم؟ خب ما میگیم که صورت کلی معادلمون ایگره مساوی است با آ ایکس به علاوه ب، یعنی معادله باید ایگره یک طرف بمونه، ایکس رو با عرض از مبدا یا بی ما طرف دیگه قرار بگیره. پس اینجا ما داریم سه ایگره، پس اولین کاری که میکنیم ایگره رو تنها میکنم، ایگره تنها نوشته میشه مساوی میشه با منفی چهار ایکس تقسیم بر ضریب ایگره سه، اون وقت میشه منفی چهار سوم ایکس. حالا میخوان بی نداریم، ما بی نداریم یعنی بیمون عرض از مبدا صفره، شیب خطمون منفی چهار سوم هست، به این میگیم شیب خط، عرض از مبدا مونم صفره. اگر من بخوام این خط رو ایگرگ مساوی با منفی چهار سوم ایکس رو رسم کنم، بچه ها حتما باید این خطه از مبدا بگذره. حالا این کار رو برم رسمش میکنم،
یه جدول میکشم x y مختصات x و y و به x صفر میدم، به اطلاع دلخواه میدم صفر. وقتی به x صفر میدم منفی 4 سوم ضرب در صفر میشه صفر. نقطه اول من شد صفر و صفر. بار دوم یه مقدار دلخواهی دیگه میدم که دوست داره یک بده، که دوست داره دو بده. اما برای اینکه از حالت کسری در بیاریم نگاه به مخرجش میکنیم، مخرج این چند سه، پس به ایکس بده سه. وقت جاگذاری کن میشه منفی 4 سوم ضرب در سه، سه با سه ساده میشه چیزی که میمونه منفی 4، مختصاتش میشه سه و منفی 4. خب حالا بریم رسمش میکنیم. این حتما باید از مبدا عبور کنه چون عرض از مبداش صفره. نقطه اول من صفر و صفر اینجا، نقطه بعدی من سه و منفی 4، یک دو سه، یک دو سه چهار. حالا بخواهیم این طور برم بس کنیم بچه ها از مبدا عبور کرد، خط از مبدا عبور کرد که شیب خط هست منفی 4 سوم منفی 4 سوم و عرض از مبدا من هم هست صفر. میخواهیم این شکل نشون بدیم اگر من میخواهم دو تا نقطه انتخاب کنم، یه نقطه اینجا یه نقطه اینجا، اینو به صورت یک مثلث قایم الزاویه در بیارم و نیش میکنم. این الان تفاضل عرض به تفاضل طول، یک دو سه چهار، اینم یک دو سه چهار سوم. میخوام علامتش رو پیدا کنم، میگم این خطه با جهت مثبت محور طول ها زاویه که به وجود میاره زاویه بازه، پس میشه منفی. خب این خطه این محور ایگرگ رو کجا قطع کرده؟ در مبدا که میشه صفر، عرض از مبدا میشه صفر، عرض از مبدا صفر و شیب خط هم منفی 4 سوم. خب میرسیم قسمت بعد این عبارتی که بهمون دادی، معادله که داده گفته که 2 x به نهای 5 y مساوی با منفی 2، دخترها این چطوری شیب و عرض از مبدا پیدا میشه؟ برای پیدا کردن شیب و عرض از مبدا حتما باید معادلمون به این صورت باشه، y مساوی با a x به علاوه b. پس این رو اول بریم استانداردش میکنیم. برای استاندارد کردن y باید یه طرف باشه، پس منفی 5 y رو می‌نویسم. 2 x بر اون برای مساوی میشه منفی 2 x، منفی 2 هم سر جاش میمونه. اینجا ایگرگ ضریب نداره، پس این ضریب رو باید از بین بره، میشه ایگرگ مساوی با منفی 2 ایکس منهای 2 تقسیم بر منفی 5. این منفی 5 هم مخرجی برای منفی 2 ایکس هم مخرجی برای منفی 2 هست. میگیم منفی بر منفی مثبت 2 پنجم ایکس، منفی بر منفی مثبت 2 پنجم. معادله من اینطوری شد، ایگره مساوی با دو پنجم ایکس برابر دو پنجم، که شیب خط اینجا هست دو پنجم، عرض از مبدای من هم هست دو پنجم. اگر اینجا هم نگاه کنیم که آماده هست شست و رفته هست، مثل همونه ایگره منفی یک دومی ببینیم مثل شبیه اونه. پس برای پیدا کردن شیب خط و عرض از مبدا خط حتما باید به صورت استاندارد در بیاریم. حالا میگیم شیب خط هست منفی یک دوم، عرض از مبدا من هست منفی سه. خب اگر بخوام این معادله رو رسم کنم بچه ها، این معادله غیر مبدا گذره، این معادله هم غیر مبدا گذره، اما یه طور میبینی که ما به این صورت داریم x مساوی با منفی چهار. بخوام این رسم کنیم، این اگه معادله هست، برای اینکه رسمش کنیم صرف مختصات میکشم، منفی 4 رو پیدا میکنم، یک دو سه چهار، ببینید این شد x
مساوی با منفی 4. این خط موازی هست با محور طولها، x مساوی با منفی 4 بچه ها موازی با y مساوی با منفی 4 اصخایی میکنم y مساوی با منفی 4 اینجا میشه y مساوی با منفی 4. این خطی که من کشیدم بچه ها موازی با این محور، میبینید y مساوی با منفی 4 موازی با محور طول هاست. پس هر دو ما داشته باشیم y مساوی با a، یعنی یه عددی، a یه عدده، یه عدد حقیقیه، a y مساوی با منفی 4 موازی با محور طول ها هست. پس هر معادله‌ای که به صورت y مساوی با a باشه، a یک عدد، اینجا عدد حقیقیه، موازی با محور طول ها هست. و b فکر میکنیم موازی با محور چی باشه این؟ بله موازی با محور این، موازی با ببخشید x مساوی اونجا y نمیشه اونجا باید x بنویسم، x مساوی با b موازی با محور y ها هست یا عرض ها هست. این موازی با محور عرض ها، یا تو باشه اگه x داد موازی با محور عرض، اگه y داد موازی با محور طوله. خب حالا ممکنه بهتون معادله بدن بگم x مساوی با 2x، y مساوی با 2x، x به علاوه 2y مساوی با 3، x مساوی با منفی 5، y مساوی با منفی 3. ببین این چهار تا معادله ای که داریم کدوم یک از این معادله ها موازی محور طول ها هست؟ میگردیم اونجایی که y به تنهایی عدد داره، این میشه موازی با محور طول ها یا x ها، این میشه موازی با محور عرض ها، موازی با محور عرض ها، این میشه معادله غیر مبدا گذر، غیر مبدا گذر، و این هم میشه معادله مبدا گذر، معادله‌ای که از مبدا گذر مبدا گذر میشه. پس چهار تا معادله من یاد دادم بهتون، معادله مبدا گذر، معادله غیر مبدا گذر، موازی با محور عرض و موازی با محور طول ها. خب حالا یه بار روی سوال میکنم، به من میگن که شما معادله خطی رو بنویسید که شیوش باشه دو سوم، معادله خطی رو بنویسید که شیوه منفی دو سوم باشد و از نقطه صفر و منفی 3 میگذرد. وقتی از نقطه صفر و منفی 3 میگذرد یعنی عرض از مبدأش منفی 3 است. عرض از مبدأ، خب ما صورت کلیش رو بنویسیم، میگیره مساوی با ax به علاوه b، y مساوی با شیب خط رو داده منفی 2 سوم، منفی 2 سوم x، بیان که عرض از مبدا هست منفی 3، پس b شد عرض از مبدا، a شد شیب خط، a شیب خط، بیان عرض از مبدا هست. هر بار میخواییم شیب خط رو پیدا کنیم حتما باید استانداردش کنیم. استاندارد چیه؟ y مساوی با ax به علاوه b، y مساوی با ax به علاوه b، این استاندارده، معادله غیر مبدا گذر، معادله غیر مبدا گذر. خب یه بار ببینیم بچه‌ها سوال به این صورته، میگه نقطه 3 و n روی خط y مساوی با 2x به علاوه 3 قرار دارد،
دارد مقدار این را پیدا کنید. مقدار این را پیدا کنید. ببینید وقتی میگه یه نقطه روی اون خط قرار داره، یعنی اینکه مختصات اون نقطه باید در معادله صفر کنه، درست باشه. برای این کار ما یه جاگذاری میکنیم، میریم این نقطه رو در این معادله جاگذاری میکنیم. پس وقتی میگه یک نقطه روی خط قرار داره، یعنی اون نقطه رو ببر تو معادله جاگذاری کن. به جای x بذار 3، به جای y بذار n. خب پس میشه 2 ضرب در 3 به علاوه 3 مساوی با، به جای y میذارم n. 2 3 تا 6 تا 6 و 3 میشه 9. n ما میشه 9. حالا نقطه ما میشه 3 و 9. پس وقتی میگه این نقطه روی این خط قرار داره، شما مقدار n رو پیدا کنید. یعنی چی کار کنید؟ یعنی این نقطه رو جاگذاری کنید توی این خط. به جای y باید بذاریم n، به جای x بذاریم 3. جاگذاری کردم n پیدا شد. حالا این نقطه حتما روی اون خط قرار داره. چرا؟ چون به جای y بذارم 9، 2 ضرب در به جای x بذارم 3 علاوه 3 کنم، 2 3 تا 6 تا 6 علاوه 3 میشه 9، 9 با 9 مساویه، تساوی برقراره. چون تساوی برقراره، پس این نقطه حتما روی اون خط قرار داره. چطوری عرض از مبدا و طول از مبدا رو پیدا کنیم؟ ببینید ما داریم مثلا 2x منهای 3y مساوی با 6. به ما میگن طول از مبدا رو پیدا کنیم. طول از مبدا یعنی اینکه ما وقتی این خط رو رسم کردیم، این خط محور ایگرگ رو در چه نقطه از طول قطع میکنه. پس منظور از طول از مبدأ اینه که وقتی رسمش کردیم این خط رو، این خط محور طول رو کجا قطع میکنه. منظور از عرض از مبدأ یعنی وقتی ما این معادله رو رسم کردیم، این خط معادله خط رو رسم کردیم، این خط محور عرضها رو در کجا قطع میکنه. پس برای پیدا کردن طول از مبدا، برای اینکه ما طول از مبدا رو پیدا کنیم، به عرض صفر میدیم، به ایگرک صفر میدم. وقتی به ایکس ایگرک صفر میدم، جا گذاری میکنم، میشه 2x منهای 3 ضرب در 0 مساوی با 6. 2x مساوی با 6، x من میشه 3. این میشه طول از مبدا. طول از مبدا برای پیدا کردن عرض از مبدا به x صفر میدم. پس این شد طول از مبدا، این شد عرض از مبدا. به x صفر میدیم، میشه 2 ضرب در 0 منهای 3y مساوی با 6، منفی 3y مساوی با 6. y من میشه 6 تقسیم بر منفی 3 میشه منفی 2. این میشه عرض از مبدا. عرض از مبدا. پس یه بار به y صفر دادم، طول از مبدا پیدا شد. یه بار به x صفر دادم، عرض از مبدا پیدا شد. حالا دخترا اگه من بخوام رسمشم کنم، میتونم پیدا کنم. برای اینکه رسم کنم، احتیاج به دو نقطه دارم. اون دو تا نقطه رو اول پیدا میکنم. جدول میکشم. x y مختصات x و y. یک بار به x صفر میدم، y من میشه منفی 2، 0 و منفی 2. یک بار به y صفر میدم، x من میشه 3، مختصاتم میشه 3 و 0. حالا رسمش میکنم این دو تا نقطه رو با محورهای مختصات. اولی 0 و منفی 2 هست، بعدی 3 و 0. ببینید این خطی که رسم کردم محور طول ها اینجا قطع کرد. مختصات این نقطه هست 3 و 0. پس طول از مبدأ شد 3. نگاه کنیم ما طول از مبدأ 3 در سال داریم. این خط محور عرضها رو اینجا قطع کرده. مختصاتش منفی باشه، منفی 2 هست، میشه 0 و منفی 2. عرض از مبدأ من شد منفی 2. خب
پس برای پیدا کردن طول از مبدا و عرض از مبدا قانون داریم. طول از مبدا y رو صفر میدیم، عرض از مبدا طول رو صفر میدیم. نقطه بعدی در مورد شیب خط. ما اگر دو تا نقطه داشته باشیم چجوری شیب خط رو پیدا کنیم؟ و شما ممکنه به این رو بگن که مثلا معادل خطی را بنویسید که از مبدا مختصات و نقطه 3 و 6 بگذارن. خب ما همیشه برای پیدا کردن معادله خط y مساوی با ax برابر b رو در نظر میگیریم استانداردش. وقتی میگه از مبدا بگذره یعنی که مختصات مبدا و صفر و صفر. کلمه مبدا اومده دیگه فرمش نمیخواد، لازم نیست بنویسیم y رو بنویسیم. ax برابر b، بگیم y من چند برابر x؟ y بر روی x میشه 6/3 مساوی با 2، پس میشه 2x. چون از مبدا بگذره پس عرض از مبداش هم صفره که دیگه نمی‌نویسیم. یا که این کار کنیم وقتی میگه از مبدا بگذره y مساوی با ax دیگه b نداره، جاگذاری کنیم به جای y بذاریم 6، a ضرب داره به جای x هم بذاریم 3، 3a مساوی با 6ه، آی من میشه 2. خب شیب خط من شده 2. اینجا جاگذاری میکنم y مساوی با 2x، اینم درسته. ولی وقتی به من میگن که معادل خطی را بنویسید، معادل خطی را بنویسید که از نقطه A مساوی با 4/6 و B مساوی با 2/8 بگذرد. معادل خط روزی که از این دو تا نقطه بگذره که از دو نقطه A و B بگذره. خب بخواییم برای این دو تا نقطه معادله بنویسیم دخترها. برای این کار ما باید شیب خط رو پیدا کنیم، عرض از مبدا، دو چیز رو باید پیدا کنیم. خب برای پیدا کردن شیب خط و عرض از مبدا میدونید استانداردش معادل خطی که از غیر مبدا بوده، چون نمیشه از مبدا میگذره، بوده از این دو تا نقطه میگذره. مثلا این قلیم بود از مبدا میگذره، ما معادله مبدا گذر نوشتیم. اینجا بس معادله غیر مبدا گذر دیگه مساوی با ax برابر بود. اول آ رو پیدا میکنیم. برای پیدا کردن آ تفاضل عرضها به تفاضل طولها. خب این دوتا عرضن، این دوتا طولن، فرق نمی کنه ما اینو منعی کنیم یا اینو منعی کنیم، هیچ فرق نمی کنه. اما اگر 8 رو منعی 6 کردیم طولمون هم باید 2 رو منعی 4 کنیم. اگر 6 رو منعی 8 کردیم طولمون باید 4 رو منعی 2 کنیم. پس مساوی با اول تفاضل عرضها، من 8 رو منعی 6 میکنم با اینم 2 رو منعی 4 میکنم. 8 منهای 6 میشه 2، 2 منهای 4 میشه منفی 2، جواب میشه منفی 1. این شیب من هست، شیب خط رو پیدا کردم. نوبت عرض از مبدا هست. برای پیدا کردن عرض از مبدا دختران معادل خطمون رو میبینیم y مساوی با ax برابر یکی از این دو تا نقطه رو به دلخواه انتخاب میکنم، یا این یا این، فرق نمی کنه. من مقال انتخاب کنم، جاگذاری می کنم. این هست y، این هست x، به جای y می زارم 6 a x، به جای a هم که پیدا کرده بودم منفی 1، به جای x می زارم 4 به علاوه b. با
اون وقت میشه منفی یک ضرب در چهار میشه منفی چهار به علاوه به مساوی با شش به مساوی با شش به علاوه چهار میشه ده به ما میشه ده. حالا من آره به اینجا پیدا کردم به اینجا پیدا کردم معادله خطش رو می‌نویسم ایگره مساوی رو به جای آ میذارم منفی ایکس برای به جای به هم میذارم در این میشه اون معادلهی که به همون گفته بنویسیم معادله خطی ما بنویسیم که از این دوتا نقطه بگذرد چه ایگره مساوی با منفی ایکس برای در بچه ها اگه من بخواهم این خط رو رسم کنم حتما زاویه‌ای که تشکیل میده با جهت مثبت محور طولا یه زاویه بازه بخواهی نشونم بدم این رو جمعه میکشم اول x y بار اول به x صفر میدم y من میشه ده بار دوم به x یک میدم میشه نو حالا رسمش میکنم این قسمت رو کار میکنم صفر و ده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده میشه اینجا بعدی هست یک و نو یک این یک باشه این هم نو اینجا حالا این رو برم بس کنم ببینید زاویه که تشکیل میده زاویه بازه چون از اول گفتیم که چون از شیب خط مد منفیه زاویه که تشکیل میده حتما زاویه باز هست بعدی یک تو یک از منفی
G1 چی نقطه. حالا اگه بخوام رسمش کنم نگاه کنید نیمساز هست. بله چون این قسمت با این قسمت برابره، این یکی اینم یکی. حالا اما نیمساز ناحیه دوم و چهارمه، نیمساز ربع دوم و چهارمه، زاویه هم که تشکیل میده بچه ها زاویه باید سمت راست شد در نظر بگیم، با جهت مثبت محور دوراه زاویه هم که در نظر بگیم زاویهش زاویه بازه، پس شیب خطمون منفیه، شیب این خط از منفیه یک، شیب این خط از منفیه یک، واسه همه زاویه ما زاویه بازه، شیب این خط از یک، واسه همه زاویه که به وجود میاره زاویه یک تنده. الان اینجا زاویه‌ای که به وجود آورده در واقع این 45 درجه است، این 135 درجه میشه که کلا میشه 180 درجه. پس این میشه معادله نیم ساز ربع دوم و چهارم. نیم معادله ربع دوم و چهارم قرینه هستن، ولی معادله نیم ساز ربع اول و سوم با هم برابر از y و x‌اش. خب پس این بعدی که این بخش شیشون تموم شد میرسیم بخش نهم هشتم کتاب درسیتون. سوالش این بود که حجم هرمی را به دست آورید، حجم هرمی را به دست آورید که قاعده آن مربی به ضلع چهار و وجه جانبی آن مثلث متساوی ساقین به ساقهای 8 سانتی متر باشد. بخش هشتم کتاب درسی تون در باره یه مسئله داره که حجم هرمی رو به دست میارید قاعده یا مربی به ضلع چهار باشه. اکثر بچه ها هم برای این مسئله رو حل کنن میرن چیکار میکنن؟ حجم هرم رو می‌نویسن مساحت قاعده شد در ارتفاع تقسیم بر سه میکنن، فکر میکنن که الان وقت گفت ساق هرچ یعنی ارتفاع شده، در صورت اینطوری نیست بچه ها. میرن چیکار میکنن؟ اول این هرم من میکشم که قاعدش مهم برمشه. یه نقطه بگه مربع کشیدم یه نقطه در خالش قرار دادم، این البته مربع از بالا هست، اون شما نگاه کنید میگه متوازی رزو هست، ولی از بالا نگاه کنید فرض کنید مربع باشه، از این نقطه از یه نقطه در خارج این سطح میکشم، از این نقطه از هر لحظ این هرم هست هرم من بچه ها این بشتیم رأس هرم، این پس شد رأس هرم با حروف آن شد داره اینجا. این پایین که میبینیم میذارم A B C و D، این میشه قاعده هرم که مربع قاعده است، چون خود سوال گفته قاعده اون مربع است به ضد چهار، یعنی این ضد چهاره، این چهاره. خب ما میدونیم که هرم قاعده هرم همواره چند ضلعی هست و بدنه جانبی هرم تشکیل شده از مثلث که تعداد اون مثلث ها بستگی داره به تعداد ضلعهای قاعده، یعنی اگر ضلع قاعده یک هرم
پنزلی باشه پنشتا مثلث داریم. اگر قاعده هرم هفت سلی باشه هفتا مثلث جانبی داریم. الان اینجا چون چهار سلیه ما چهار تا مثلث جانبی داریم. گفته که قاعدش مربع باشه و وجه جانبی اون مثلث متساوی ساقم باشه. این مثلثی که میبینی مثلث متساوی ساقمه، مثلث متساوی ساقم هست. خب ما مثلث متساوی ساقم اینجا من میکشم که مثلث متساوی ساقم باشه، این دوتا ساقمش باشن، این ارتفاع ضلع مقابل رو عمود میکنه و نصف میکنه، عمود ما صفر. در مثلث متساوی ساقم ارتفاع هم عمود ما صفر ضلع مقابله، هم نیم ساز رأس هست، هم خط تقارن هست. این همه چی هست؟ ارتفاع هست، هم ارتفاع، هم عمود ما صفر، هم نیم ساز، هم خط تقارن. بعد الان ما ارتفاع هرم رو میخواهیم، این ارتفاع هرم هست. در صورتی میدونیم که برای پیدا کردن حجم هرم، حجم هرم برابر هست با مساحت قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر سه. حجم هرم بچه ها یک سوم حجم منشوره، در صورتی که مساحت قاعده و ارتفاع یک هرم با مساحت قاعده و ارتفاع یک منشور برابر باشه حجم هرم یک سومش هست. خب ما مساحت قاعدهش رو راحت میتونیم پیدا کنیم چون زد داشته، قاعدهش مربع است، یک زد در خودش، اما ارتفاع رو نداریم. اما باید ارتفاع رو پیدا کنیم، یعنی اینو نداریم. ما اینو میذارم پیش. پس حجم هرم رو بخوام پیدا کنم میشه S H تقسیم بر 3. مثلا قاعدش رو هم میتونم پیدا کنم ولی ارتفاعش رو اول من حساب میکنم. گفته که قاعده مربع به ضد 4 باشه، وجه جانبیش مثلث، این مثلث متساوی ساقم باشه، ساقمش هم باشه 8. البته شکل من اینجا فرضیه، ممکن حالا ضداش مثل هم، ساقمش اندازه هم نباشه. ما میدونیم که در مثلث متساوی ساقم ارتفاع نصف میکنه قاعده رو. اگر این هم مثلث متساوی ساقم باشه ما بخوام ارتفاعش رو رسم کنیم، ارتفاع میاد وسط این عمود میشه، اینجا 90 درجه هست. حتما بچه ها این که 90 درجه هست این هم نصف بکنه میشه 2، چون میدید این 90 درجه هست، اگر این 4 باشه این میشه 2، این هم داده 8. خب ما این مثلث رو در نظر میگیم، این مثلث در این مثلث که یک مثلث قائم الزاویه هست بچه ها، این رو میتونم الان من پیدا کنم. میذارم ایکس. ایکس چیه؟ ارتفاع یک وجه جانبیه. برای که ایکس رو پیدا کنم میشه 8 به توان 2 ایکس به توان 2 علاوه 2 به توان 2 از رابطه فیثاغورس. وقت ایکس به توان 2 مساوی با 64 منهای 4 میشه 60، ایکس من میشه رادیکال 60. ایکس چیه؟ ایکس ارتفاع یک وجه جانبیه، ارتفاع وجه جانبی هست. خب من ارتفاع وجه جانبی رو نمیخوام، من چی میخوام؟ من ارتفاع خود هرم رو میخوام، یعنی من اینو میخوام اشو. برای این کار میتونم این قسمتی که مرکز تقارن من هست مربع هست، این مرکز تقارن رو بس کنم به این قسمت. الان شد یک مثلث قائم الزاویه، این که 90 درجه. ما میدونیم که این ارتفاع در شکل‌هایی که قاعدش منتظم باشه مرکز تقارن، مرکز تقارن هم ببینید این قسمت 4 باشه این قسمت 2 میشه نصف بشه، پس این هم میشه 2. خب توی این مثلثی که ما الان اینجا داریم، این مثلث قائم الزاویه ارتفاعش h، این 2 هست، وسطش هم من پیدا کردم رادیکالش هست. پس یه مثلث قائم الزاویه دارم به این صورت، این 90 درجه هست، این 2 هست، این h، این رادیکال 60. میرم ارتفاع رو پیدا میکنم. برای پیدا کردن ارتفاع می‌نویسم رادیکال 60
به توان دو مساوی با اش به توان دو و علاوه دو به توان دو، اون وقت اش به توان دو مساوی میشه با رادیکال 60 به توان دو میشه 60، منهای دو به توان دو میشه 4 میشه 56، اون وقت اشمون میشه رادیکال 56. به 56 رو اجازه داریم بنویسیم 4 ضرب در 14، چون 4 ضرب در 14 میشه 56، 4 جذر کامل داره میشه 2 رادیکال 14. 2 رادیکال 14 شد ارتفاع من، ارتفاع هرم. چرا ارتفاع وجه جانبی رو پیدا کردم؟ ارتفاع وجه جانبی برای مثلث متساوی ساقل و تل مثلث این قائم مساوی هست. ارتفاع رو پیدا کردم، حالا تو حجم هرم جاگذاری میکنم، ارتفاع 2 رادیکال 14 ضرب در مساحت قاعده، قاعدهش به شکل مربع است، 4 ضرب در 4 تقسیم بر 3، 4 تا 16 تا 16 ضرب در 2 میشه 32 رادیکال 14 بر روی 3، این میشه حجم هرم. پس اول رفتم ارتفاع یک وجه جانبی رو پیدا کردم که ارتفاع وجه جانبی وتر این مثلث قائم مساوی هستش که ارتفاعش اجه، پس این هم میشه 90 درجه. ارتفاع از رابطه فیثاغورس پیدا کردم، شد 2 رادیکال 14، تو فرمول جاگذاری کردم، 2 رادیکال 14 رو ضرب در مساحت مربع کردم، 4 ضرب در 4 تقسیم بر 3، با این سم که از روی فرمولش هست شد 32 رادیکال 14 سوم، این میشه حجم هرم. اما سوال بعدی، سوال بسیار سوال جالبی برای لیست فضایی. خب خصوصا من که ما رشته ریاضی فیزیک برم، از اینا از این مقام زیاد دارم که تا درستشون فایه است برای دبیرستان. خب میریم سوال بعدی، میگیم مساحت کل مساحت کل هرم مربع قاعده، یعنی هرمون قاعدهش مربع هست، مربع قاعده منتظم به ضلع قاعده 12 و یال جانبی 10 رو حساب کنید، را حساب کنید، حساب. خب وقتی ما میگیم که یه مربع داریم، هرم مربع هرم مربع قاعده منتظم، یعنی که قاعدهش مربع هست. اگر این قاعده یه مربع باشه دخترها، این مربع هست، زیدشو داده 12، این 12. بعد گفتیم که میدونیم که اگر قاعده 4 زیدی باشه اطرافش 4 تا مثلثه، پس من میرم 4 تا مثلث میکشم، اما مثلث متساوی و ساقه، و این مثلث ها بچه ها حتما با هم هم نشتن. چرا هم نشتن؟ چون گفته منتظمه، هرم منتظم هرمی هستش که قاعدش منتظم باشه و مثلث هایی که در اطراف قرار داره وجه جانبیش هستن اینا همه با هم هم نشتن برابرن. و یال جانبی، بچه ها یاله، این زده، یال به معنی در این نصف فضایی به جای واژه زد ما میگیم یال، پس این میشه در. ما برای اینکه سطح کلش رو پیدا کنیم باید سطح اینو پیدا کنیم، 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 همه رو هم جمع کنیم. چون این مثلث ها با هم هم نشتن کافی یه دونه مثلث رو حساب کنیم، مساحتش رو ضرب در 4 کنیم، به علاوه این مربع کنیم. پس برای پیدا کردن مساحت کل، مساحت کل این شکل، باید مساحت 4 مثلث علاوه مساحت مربع،
چون مثلث ها هم نوشتن، از کجا فهمیدن هم نوشتن؟ چون گفت منتظم، هرم منتظم هرمی هستش که قاعدش منتظم باشه و وجهای جانبیش که مثلث ها با هم نوشت باشن، برابر باشن. خب کافیه من اول یه مثلث پیدا کنم، یه مثلث رو پیدا کنم، من چون قاعدش رو دارم، ساقش رو دارم، یعنی یه مثلث متساوی و ساقین دارم که این زدش ده هست، این دوازده هست، ارتفاعش رو ندارم. پس من میرم ارتفاعش رو رسم میکنم، از رابطه فیثاغورس ارتفاع رو پیدا میکنم. میدونیم که در مثلث متساوی و ساقین ارتفاع نصف میکنم رو دومان از صفر، پس این دوازده هست، این میشه شیش. این میذارم H. از رابطه فیثاغورس H به توان دو، ده به توان دو، منهای شش به توان دو، اش به توان دو مساوی با صد منهای سی و شش، اش مساوی با رادیکال شست و چهار، نیمشه شست و چهار، جزمش هم میشه هشت. پس ارتفاع این شکل رو من پیدا کردم، هشت شد. این هم که گفته بودم شیش. حالا مساحت مربع و مساحت مسیر و مثلث پیدا کنم، ضرب در چهار میکنم. مساحت مثلث ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو ضرب در چهار، این چهار تا مثلثه، برابر مربع یک ضرب در خودش دوازده ضرب در دوازده، این مساحت چهار تا مثلث ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو ساده میشه، 8 ضرب در 12 میشه 96، 6 ضرب 96، 2 ضرب در 96 بکنی میشه 2 6 تا 12 تا، 2 9 تا 18 تا، 19 تا، به علاوه 12 ضرب در 12 میشه 144، دو تا رو که با هم جمع بکنی میشه 336 سانتی متر مربع. این میشه مساحت کل، مساحت کل این هرم که قاعدش مربع هست، مثلث ها همه با هم هم نوشتن، یه مساحت یه مثلث رو پیدا کردم، ضرب در چهار کردم، الان این میشه مساحت یک مثلث، مساحت یک مثلث ضرب در چهار، چون چهار تا مثلثه، این هم مساحت مربع هست، دوتا رو با هم جمع میکنیم. خب بعد یه چیزی یادآوری هم کجا بگم که مساحت جانبی و مساحت کل مکعب رو، مساحت جانبی مکعب از چهار عین و مساحت جانبی مکعب مساحت کلش هست، کل این جانبی مساحت کلش هست شیش آدم، مساحت کل مکعب. خسته نباشید، امیدوارم که تونسته باشم مشکلات شما رو رفع کنم. خدا نگهدار. من این مجبور بودم با آقای مستنی